دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. کارزاری رو در چند هفته گذشته در فضای مجازی دیدم به عنوان کارزار وکالت دادن به رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی. بنده به عنوان یک فرد وکالت به آقای پهلوی نمیدم و وکالتم رو احزاب سیاسی به عهده دارم، احزاب سیاسی که طرفدارشون هستم یا اینکه عضوشون بودم، و مخالفتم رو با این کارزار مستقیما پیش از شروع برنامه اعلام میکنم، ولی دلایل خودم رو از دید خودم، از دید شخصی خودم در این رابطه بیان خواهم کرد. ولی پیش از اینکه سر این مسئله سخن رو آغاز بکنم، از همه دوستان تقاضا میکنم که اگر براشون امکان پذیر هست برنامه رو به عنوان یک مشترک دنبال بکنن و اگر میتوانن آبونه بشن در کانال من، چرا که مدتی هست آبونه های کانال پایین اومده به دلیل اینکه حداقل اینکه من یه مدتی بود فعال نبودم، و اگر برنامه رو پسندیدن، اگر براشون امکان پذیر هست، لایک و شیر و کامنت رو فراموش نکنن. در مورد مسئله کارزار وکالت به شخص شاهزاده رضا پهلوی، سیستم های اجتماعی معمولا بر اساس قراردادهای اجتماعی پیش میرند. سیستمی به نام سیستم سلطنت سیستمی است که در آن یک نفر برای حکومت به طریق وراثتی انتخاب میشه و انتخاب این شخص به عنوان حاکم، به عنوان حتی حاکم مشروطه، حاکم سمبولیک، چیزی نیست که از طرف مردم باشه و این قدرت به سمت فردی سوق پیدا میکنه که از طریق وراثت، از طریق پدر بهش رسیده باشه. این اتوماتیک برای خودش یک تبعیضی رو قائل میشه و این تبعیض به دلیل اینکه شما پدرتون شاه بوده و نسبت به دیگران یک تبعیض رو مالکیت میکنید، یک قدرت رو مالکیت میکنید، و این برخلاف ایده همسانی و همسنگی هموطنان هستش. سلطنت اتوماتیک یک زائده‌ای هست بر سیستم فئودالیته. در سیستم فئودالیته یک فردی مالک زمین هستش، مالک مقدار زیادی زمین هستش، و دیگران به عنوان کارگر بر روی این زمین کار میکنن و از دسترنج این کارگر هاست که فئودال درآمد داره. فئودال خودش درآمد خودش رو بر اساس کار و زحمت خودش نداره. این مالکیت معمولا از پدر به پسر رسیده و خیلی وقتها این مالکیت به اصطلاح به این دلیل بوده که پدری زمین رو تصاحب کرده، غصب کرده یا در جنگی موفق به پیروزی شده و به همین منوال به پسران خودش این زمین ها رو انتقال داده. شاه در واقع فئودال بزرگی هست که فئودال فئودال ها به اصطلاح شاه خود را مالک زمین های متصرفه دولت خودش می داند. مثلا شاه ایران خود را مالک تمام زمین های موجود در جغرافی های سیاسی ایران می دونه و این حق مالکیت خودش رو بر اساس قوانین مشروطه یا بر اساس قوانین اجتماعی فئودالیته به خانهای زیر دست خودش، به اصطلاح حاکمان زیر دست خودش منتقل میکنه و این حق مالکیت از پدر به پسر به وراثت میرسه و به اصطلاح مالکیت زمین و مالکیت قدرت مالکیتی هستش که از طریق وراثت انتقال پیدا میکنه. جامعه ایران خوشبختانه از این قسمت مالکیت فراتر رفته. من در برنامه‌ای که در مورد مرگ ملکه بریتانیا داشتم اونجا اشاره کردم، شاید
برای ایران بهتر باشد که حکومت سلطنتی مشروطه برقرار باشد، شاید به عنوان پدر ملت، به عنوان کسی که بیطرفانه همه اقوام و به اصطلاح اقلیت های موجود در جامعه ایران رو سرپرستی میکنند. ولی آیا رضا پهلوی میتواند مالک این قدرت باشد؟ اصلا از نظر بنده نخیر، چون رضا پهلوی با وجود اینکه مدت های زیادی هستش در آمریکا هستند، با وجود اینکه مدت هاست فعالیت سیاسی میکنند، اون جسارت رهبری رو ندارند. رهبر باید جسارت داشته باشه، باید نترس باشه، باید بتواند که تصمیمات خودش رو علنا بگیرد، اعلام بکند و باید از تناقضگویی به اصطلاح فارغ باشد. رضا پهلوی متاسفانه تناقضات بسیاری در صحبتهاش هستش، متاسفانه هنوز اون شجاعت لازم رو ندارد که بخواهد به اصطلاح رهبری این جریانات رو به عهده بگیرد. وزن سیاسیشون به اصطلاح قابل شک هستش، به دلیل اینکه تا حالا هیچ حرکتی رو انجام نداده که ما وزن سیاسی ایشون رو ببینیم. ما مثلا وزن سیاسی احزاب کرد رو در کردستان میبینیم، مثلا وقتی که موشکبارانی صورت میگیره و احزاب کرد مورد هجوم قرار میگیرن، تمام شهرهای کردنشین اعتصاب میکنن. این نشون میده که احزاب کرد دارای وزن سیاسی بسیار قابل تأملی هستند در جغرافیای سیاسی کردستان تحت اشغال ایران. ولی احزاب دیگه تا حالا وزن سیاسی خودشون رو به رخ دیگران نکشاندن، مثلا فراخانی رو اعلام نکردن که تعداد زیادی انسانها در اون فراخان شرکت بکنن. اگر آقای رضا پهلوی میخواهد در این پروسه سیاسی خودشون رو به عنوان یک شخصیت مطرح سیاسی از لحاظ وزن سیاسی مطرح بکنن، باید بالاخره در جایی وزن سیاسی خودشون رو نشون دیگران بدن. با کمپین های اینترنتی نمیتوان وزن سیاسی یک فرد رو به اصطلاح تایید یا تکذیب کرد، به دلیل اینکه کسانی میتوانن با اکانت های مختلف، با شناسه های مختلف، با یک فرد مشخص با چندین شناسه میتواند رأی بده و این واقعیت رو نشون نمیده. و همچنین فضای مجازی فضای عملی نیست، فضاییه که کسانی در خانه خودشون یک نظری رو ابراز میکنن و در عمل حاضر به هزینه کردن در مورد اون عمل نیستن. واقعیت سیاسی ایران به شکلی هستش، اگر قرار باشه مسئله سلطنت، مسئله موروثی بودن حکومت به رأی گذاشته بشه، خب مجتبی خامنه ای هم حق دارد که این مسئله رو به اصطلاح مطرح بکند و خود رو کاندید این وراثت بداند. و عملا مجتبی خامنه ای کسی هستش که در حال حاضر میتواند این قدرت رو بدون هیچ خونریزی به دست بیاره. احتیاجی به این نیست که یک ملت در خیابانها قیام بکنن، خونریزی بکنن و آقای پهلوی رو به حکومت برسانن. خب مجتبی خامنه ای بالاخره نزدیکتر به این حکومت، یا سلسله قاجار و سلسله صفویه و سلسله های مختلف سیاسی در ایران خاندان هایی هستند و میتوانند که اعلام به اصطلاح کاندیداتوری برای سلطنت داشته باشند. فقط آقای پهلوی نمیتواند به عنوان اینکه آخرین شاهزاده ایران بوده ادعای سلطنت بکنه، این به دور از دموکراسی هستش حداقل. ولی در سال 57 به اصطلاح مردم در قیامی که کردن حکومت سلطنتی رو وقتی سرنگون کردند، ادعایی که داشتن که حتی هنوز هم در جمهوری اسلامی این ادعا هست، این است که ما میخواهیم حکومت غیر فردی داشته باشیم و یک قرارداد اجتماعی رو به سمت دموکراسی تصویب کردیم در سال 57. قرارداد اجتماعی ما به این شکل بود که به جای افراد، احزاب بخواهند حکومت رو در دست بگیرن و مورد پرسش قرار بگیرن. دلیل اینکه من مثلا شخصا ادعا میکنم که به وکالت به آقای پهلوی نمیدم، به این دلیل است که احزاب میتوانند درون خودشون دچار
چالش هایی بشن، دچار به اصطلاح مناقشات فکری باشن و رشد پیدا بکنن. ولی اشخاص وقتی که میخواهند حکومت رو داشته باشن، حکومت مقدسی رو ایجاد خواهند کرد، حالا چه به واسطه موروثی بودن پدرشان، چه به واسطه موقعیتی که دارن مثل ولی فقیه. و این متاسفانه برخلاف اون قرارداد اجتماعی هستش که انسانها رو به سمت دموکراسی پیش میبره، چیزی که در حال حاضر در ایران وجود نداره و خیلی کم رنگ شده. اون مسئله وابستگی قومی و قبیله‌ای هستش. اگر قرار بود وابستگی قبیله‌ای در ایران حاکم بود، میتوانست حکومت سلطنتی یکی از راهکارها باشه. کشورهای همجوار ایران یک مقداری این سیستم قبیله‌ای و عشیره‌ای خودشون رو هنوز حفظ کردن. برای همین وقتی که مثلا یک رئیس عشیره یا رئیس قبیله تصمیم میگیره که به کسی رأی داده بشه یا به کسی بیعت داده بشه، تمام افراد زیر نظر اون رئیس قبیله هم به اون شخص تمایل پیدا میکنن و رأی میدن. ولی ما در ایران این سیستم رو حداقل اون موقعی که من در ایران بودم ندیدم. در بسیاری از خانواده ها پدر و مادر ممکنه به کسی رأی داده باشند و فرزندان به کسی دیگری. ممکنه کسی طرفدار حزبی باشه و برادرش طرفدار حزب مخالف باشه. این با اون قرارداد اجتماعی که سیستم قبیله‌ای با اون پابرجا هستش یک مقدار متفاوت هستش. برای همین سیستمی که در حال حاضر در ایران میتواند جوابگو باشه سیستم پادشاهی نیستش. و اینکه کسی در خارج از کشور منتظر باشد دیگران قیام بکنند و ایشون به قدرت برسه، سیستمی هست که به دور از عقلانیت هستش. اینکه طرفداران آقای پهلوی در فضای مجازی نسبت کسانی که آقای پهلوی رو به عنوان وکیل قبول ندارن هجمه و هجومی رو پیش بردن و متاسفانه دیگران رو با انواع پسندها و انواع تهمتها مورد حمله قرار میدن، نشون میده که سیستم پهلوی یا سیستم سلطنتی که در نظر ایشون هستش تفاوت زیادی با سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی ندارد. چرا که آنها بر اساس اون حق وراثتی حکومت شخص حاکم آینده رو منزه از گناه و منزه از خطاهای سیاسی میبینند. و کسانی که در حال حاضر در حکومت ایران هم وجود دارند، شخص ولی فقیه رو منزه از گناه و خطا میبینند. یعنی هجوم نیروهای طرفدار سلطنت و هجوم حزب اللهی ها به مخالفین عین هم و در دو زاویه متفاوت جریانات سیاسی قرار داره، یکی در این ور بام، یکی در اون ور بام، هر کدام در اون قسمت رادیکال انتهای به اصطلاح تقسیم بندی قدرت اجتماعیشون هستن. چیزی که ما نیاز داریم همگرایی و رسیدن به اون نزدیکی های سیاسی و نزدیکی های نیازمندی های اجتماعیمون هستش، نه اینکه بخواهیم یک شخص رو انتخاب بکنیم و این شخص رو طرفداران تندروش احاطه بکنن و مقدسش بپندارن و بخواهند که دیگران رو هم به دنبال اون مقدس به همراه بکنن. یک بار این اتفاق افتاد در سال 57. مردمی به دنبال یک مقدس مردی به نام خمینی رفتند، عکسش رو در ماه دیدند و با این وسیله خواستند که خودشون رو به اصطلاح منزه بدانند و یک فرد مقدس و سید رو بر مسند قدرت بگذارند و بخواهند با این ایمان که اون فرد خطا نخواهد کرد تمام قدرت رو در دستان اون قرار بدن. متاسفانه دیدیم که سرنوشت جامعه ایران بعد از این تقسیم بندی ها به شکلی قرار گرفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی بر جان و مال مردم حاکم استش. کلمه ولی فقیه به عنوان ولی یا به اصطلاح سرپرست جامعه به وسیله یک فقیه خودش همون قدرت رو میده که سلطنت ذل اللهی به شخص شاه میده.
تفاوت این دوتا در این است که یکی رو مجلس خبرگان رهبری انتخاب می کند و دیگری را شورای سلطنت. یعنی تفاوت آنچنانی ندارد، چه در شورای سلطنت قدرت سلطان، چه در مجلس خبرگان رهبری قدرت ولی فقیه تقریبا به مساوی هم هستند و مشابه هم عمل می کنند. من شخص خودم به دلیل اینکه اعتقاد به حکومت دموکراتیک دارم و حکومت دموکراتیک رو منافات میبینم درش با این سیستم وکالت دادن، وکالتی به آقای پهلوی نمیدم و اگر قرار باشه وکالت به کسی بدم در انتخابات آزاد به حزبی خواهم داد که بیشتر افکار من رو نمایندگی بکنه. من با شخص ها کار نخواهم کرد، من با سیستم رو به صورتی عمل خواهد کرد از دیدگاه من که مجموعه ای از اشخاص رو انتخاب بکنم نه یک شخص رو. شما وقتی که یک حزب رو بهش رأی میدید، اون سر رئیس حزب یا به اصطلاح سخنگوی حزب مورد بازخواست نیروهای درون حزب قرار میگیره، در انتخابات درون حزبی به قدرت میرسه، دفتر سیاسی یا کمیته مرکزی حزب رئیس حزب رو مؤاخذه میکنه، مورد تفتیش قرار میده و قدرت رئیس حزب میتواند در انتخابات های مختلف تغییر پیدا بکنه و کسی دیگه رئیس حزب بشه، مثل تمام احزابی که در دنیا وجود دارن. کسی مادام العمر رئیس یک حزب نمیماند، یعنی حداقل این است که میتوان انشعاب کرد و حزب دیگری رو انتخاب کرد اگه قرار باشه کسی راه تغییر رو درون حزبش به رسمیت نشناسه. ولی ما در سیستم حکومت سلطنتی این مشکل رو داریم که سلطان رو نمیتوان تغییر داد، نمیتوان امیدوار بود که اگر اشتباهی کرده در انتخابات بعدی قدرت رو ازش بستانیم. من این سیستم رو قبول ندارم، هیچ وکالتی رو به محمد رضا شاه پهلوی نمیدم به عنوان شخص خودم و از دیگران هم میخواهم اگر این اشتباه رو کردن اشتباه خودشون رو پس بگیرن و این وکالت رو پس بگیرن. من این رو در شخصیت های بسیار تاثیرگذاری در جامعه دیدم و بسیار متاثر شدم که این شخصیت ها با این وزن اجتماعی که پیدا کرده بودن متاسفانه خودشون رو تباه کردن و این وزن اجتماعی خودشون رو به حداقل رسوندن. امیدوارم که این اشتباهشون رو متوجه بشن و برگردن، به جای اینکه به کسانی مثل ما که وکالت نمیدیم حمله بکنن و ماها رو به اصطلاح با پسندها و اتهامات متفاوت محکوم بکنن. امیدوارم که این راه به سمت دموکراسی بره و سعی کردم به صورت خلاصه توضیح بدم که من به چه دلیلی وکالت نمیدم و به چه دلیلی هم معتقدم که دیگران وکالت ندن. در پایان از همه شما تقاضا میکنم اگر صحبتهای من رو مناسب پخش کردن دیدید پخش بکنید، بازنشر بشید بدید و اگر کانال من رو به شکلی دارید دنبال میکنید که آبونه نیستید لطف بکنید آبونه بشید یا مشترک بشید و اگر براتون امکان هستش با لایک و کامنت به من کمک بکنید که دیگران هم برنامه های من رو ببینن. متشکرم و سپاسگزارم و امیدوارم در ایرانی آزاد و دموکراتیک هم دیگر رو ببینید.